با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهمنی هستم. در این 19 روز از 12 ماه در 13 سال سومین هزاره دیگه هفته پایان آمد دیگه، یعنی که هفته دیگه هم که مراسم کریسمس است و همه به جشن و شادمانی و خوشی، و ما هم یه چند روزی نمیتونیم در خدمت شما باشیم به علت اینکه همون داستان قضایی بیماری و بعدم خانواده و بعدم همه این ماجراها. پس از پیشاپیش به شما بگم که بعدن میدونم عصبانی میشید، بازم داد میزنید بلا اینا، ولی اب نداره دیگه، چیکار کنی، همین زندگی، همین شیوه است و همین شکلی، زور ما بیش از این نمیرسد، ما در حد ممکن و مقدور به قول زنده یاد نادرپور. اما اون چی که در پیش داریم مراسم یلداس، شب یلدا در پیش است، یعنی بزرگترین شب سال، طولانی ترین شب سال. و این حالا بحثه که یلدا رو اما دزدن کردن کریسمس، اونم درخت کاج یعنی مال ما بوده، اینا بردن خاج به شاوزین، از این داستان هم که دیگه جای ننوشته تاریخ رو میشود نوشت و دوباره تکرار کرد. اما خانم شکوه میرزادگی مطلب زیبایی رو نوشته تحت عنوان یلدا، زیباترین سرود ایرانی در ستایش روشنایی و عشق. یلدا بر همه شما نازنینان مبارک باد. می نویسد از هزاران سال پیش مردمان ایران زمین آخرین شب زمستان هر سال را تا دمدمه های بامداد بیمدار ماندن تا شاهد تولد و تابش خورشید باشند، همان سرچشمه زندگی که نام دیگرش را مهر نهادند. ستایش خورشید در شب تولد میترا در کنار سروی که با پارچه ها و سنگ های رنگارنگ زینت می شد یکی از مهمترین عادات ایرانیان دوران باستان بوده است. در آن روزگاران هنوز رازهای وجود خورشید و ماه و دیگر پدیده‌های طبیعی برای انسان کشف نشده بود و ایرانیان نیز چون مردمان دیگر سرزمین‌ها خدایانی خودساخته داشتند، خدایانی که بر همه عناصر طبیعت حکم می‌راندند و انسان چاره‌ای نداشت تا برای گریز از اندوه، تاریکی، سرما و سختی‌ها، یعنی چه در شکل فیزیکی و چه در شکل عاطفی و حسی، به آنها پناه برد. پی بردن به رازهای طبیعت و گذار از دوران خدایان و اسطوره‌ای، اما لطمه‌ای به ارتباط ایرانی ها با عناصر طبیعت نزد، زیرا در فرهنگ ایرانی و حتی در دستورات مذهبی زرتشت پیامبر ایرانی عشق و احترام به آب و خاک و درخت و رود و کوه و حفظ آنها از خیشکاری های هر انسانی به شمار می آید. در این حال از آنجا که بیشتر عادات و سنت های ما قابلیت بروز شدن داشته و با تغییرات زمان و زمانه همگام بودند و می توانستند در هر هنگام با خواسته ها و امیدهای مردمان پیوند داشته باشند، ستایش خورشید و روشنایی و مه نیز با گذر زمان دمساز شده و در جان و حافظه هر ایرانی جا خوش کرده و ماندگار گشته است. بی توجه به همه مخالفت‌های متعصبین تیردلی که در طول تاریخ به بهانه مذهب این نوع عادات با جشن‌های زیبای ایرانی ما را کفر می‌دانستند. متأسفانه از 34 سال گذشته نیز حکومت مذهبی در ایران تا به پذیرفتن جشن‌های ناب ایرانی را نداشته است. گردانندگان آن نه تنها به برگزاری این جشن‌ها کمکی نکرده و نمی‌کنند و نه تنها حاضر نمی‌شوند که آنها را به عنوان جشن‌های ملی ایران برای ثبت در فهرست جهانی به یونسکو معرفی کنند، بلکه سعی داشتند که با زدن برچسب‌های بی‌خردانه مردمان ساده را وادار کنند
که از برگزاری این جشن‌ها دست بکشه. اما از اونجایی که جشن‌های ایرانی ما از میان مردم برخواسته و گوهر زمینی بودنشان به همراه مهربانی و عشقی که در آنها موج می‌زند از آنها نمودهای ضد طبیعی ساخته، همچنان مورد توجه و علاقه همه مردمان با هر نوع مذهب و مرام و عقیده‌ای باقی مانده. یلدا یکی از این جشن‌هاست که همچنان و اکنون حتی بیش از گذشته در مرکز علاقه ایرانیان قرار دارد، چرا که تاریخ نشان از آن دارد که همواره در دوران‌های سخت مردمان ایران بیش از همیشه بر مبارزه دلیرانه لشکریان روشنایی و مهراندیشی با قشون تاریکی و مرگ‌اندیشی توجه نشان دادند، به این امید و باور که پیروزی لشکریان مهر و رسیدن جهان و جهانیان به پایان همه جنگ‌ها، رنج‌ها، تبعیض‌ها و تاریکی‌ها امری گریزناپذیر است. بنیاد میراث پاسارگاد امسال نیست همچنان که در سال‌های گذشته از همگان تقاضا دارد تا با هر توان و امکانی که دارند در کنار سر و همیشه سبز یلدا این جشن بزرگ ایرانی را هرچه زیباتر و با شکوه‌تر برگزار کنند و به استقبال خورشید جاودان سرزمینمان آن فاتح همیشگی تاریکی‌ها بشتابند. فراموش نکنیم که جشن شبشکن یلدا از معدود جشن‌های زمینی است که این پیام امروزی و تکیه داده بر حقوق بشر را با خود دارد که تنها شادمانی و عشق نمودهای روشنایی و شایسته زندگانی انسان است. زندگانیتان روشن، یلدایتان خجسته باد. شکوه میرزادگی از سوی بنیاد میراث پاسارگاد امروز 19 دسامبر 2013. این هم از مطلب تبریک یلدای بانوی میراث فرهنگی خانم شکوه میرزادگی که ازش ممنون و متشکرم. عرضم به حضور شما که چند تا موضوع این مطلبی که امروز آقای نوری الان نوشته بود برای من خیلی جالب بود، خیلی هماهنگ بود با مطالبی که دیروز خدمتت عرض کردم، اما تو این فاصله خیلی باید ما دقت کنیم، حواسمون رو جمع کنیم. به راستی من تو این سالها یه تجربه خوبی به دست آوردم و اونی که خب شما با صدا سر کار داری، یعنی حالا ما که برنامه‌مون این سبکو نداره ولی گاهن که این اتفاق میفته این هستش که تصویر کنم برات که ببینی مثلا بی آدم اینجا نشسته توی اتاقی، یه سری چراغ تو رو صورتش میتابد، چشمشو میزنه، بعد به یک دوربینی که اون مقابله، بعد به اون کانون اون دوربینه نگاه بکنی، بعد این هی اون تاریکی گنده میشه اون صفحه اون دوربینه بزرگ میشه، میاد و میگیره همه برتو، میگیره یه چیز غریبیست، همش باید تو اون متمرکز باشی. بعد خب دیدی که این برنامه هم تلفونه دیگه، یه تلفون هم یه زنگی میخوره، بعد اون چیزی که از اون ور میاد یه صداست و شما هیچ آشنایی با این نداری، چون اگر فرضاً شما با یه دوستت حرف بزنی، خب با فامیلت، با پدر، مادر، با عمه، خاله، با یه آشنا، با یه کسی که میشناسیش حرف بزنی، یه چیزی وجود داره به نام بادی لنگویج و شما از طریق همون صدایی که میشنوی فوراً طرف در مقابل شما تجسد پیدا میکنه و میبینیش، باش حرف میزنی و میفهمی که این حرفی زدی اون حالا چگونه برداشت، این پیام رد شد رد نشد، چون پی زمینه داری، میشناسی، شناخت ازش داری، تجسد وجود جلوی تو حضور داره، از خط این سیم ارتباطات شما رد میشی. حالا که دیگه البته این داستان هم یه شکل دیگه پیدا کرده و این روزها شما از طریق تلفن دستی تصویر طرف مقابل رو میبینی، ولی ما که هیچ شناختی نداریم از کسی که زنگ میزنه
مثلا آقای منصور چه شکلیه نمیدونم، اگه تو خیام ببینیمش که نمیشناسیمش، که نمیدونیم کیه، اون یکی زنگ میزنه نمیدونیم چه شکلیه، که کسی رو نمیشناسیم. بنابراین این صدا یا پلوپی میفته اینجا و تو میمانی و این صدا که چجوری با این باید برخورد بکنی و چه روش و منشی باید داشته باشی. و اینا غالبا اون دستگاه فاسد امنیت هم داستان بلده، بهتر از ما بلده، قوی تر از ما امکان داره، گاهن سر رای شما یه سری دام میچینه و این داما خطرناکه. آدم من تلاش میکنم که حتی المقدور تو این داما نیفتم و این پاسخها رو ندهم، بهشون اهمیت ندم، ردشم از کنارش عبور کنم و برم. دقت کرده باشی من غالبا عبور میکنم، پاسخ نمیدهم، جو رد میشم از کنارش میرم. یه نکته ای که این وسط قابل توجه و تذکره اون استش که این شرایطی که به وجود اومده، این جو نارضایتی، این جوی که ما رو به تاریکی برده، مایی که همه طالب شادی و مهر و روشنایی هستیم به قول خانم میرزادگی، در یک سیاهی و ظلمت فرو رفتیم. بهمن برای من امروز دیدم دوباره نوشته که سرنوشت ما این بود که در طول قرن‌ها ایرانیان کشته شدن، تبعید شدن، زندانی شدن، شکنجه شدن، تا یه سری بچه ملا سرمایه‌های ایران زمین را دزدیدن، جهان غرب را آباد کنن. این نشون میده که این ناراضیه دیگه، از این شرط اصلا خوش نمیاد. خب وادارش میکنه که اینم بیاد حرف بزنه، اونم بیاد حرف بزنه. و بعد گفتیم که بر اثر شرایط روزگار، من یه موقعی اینو گفتم، مثلا یه کسی بود به نام مهدی جلالی، نمیدونم هنوزم هست یا نیست، کجا چی بلایی سرش اومد، گاهی مینوشت چیزایی. این یه بچه آخوندی بود که از ایران اومده بود و به دروغ هم میگفتش که مثلا من دانشکده فلانجا درس خوندم و فلانجا لیسانس گرفتم اینا. و بعد من خیلی مشکوک بودم به این آدمه، گویی که خودم آوردمش به صحنه تلویزیون، مثل تریتای پارسیون، مثل خیلی دیگه آوردمش به صحنه تلویزیون، اونم آوردمش به صحنه تلویزیون، نشوندم بغل دستم، معرفیش کردم و بعد اون هم به راهش ادامه داد و رفت. یه موقعی تلویزیون آپادانا بود، یه موقعی رفت اونجا. بعد از یه دوستی که این دانشکده که این میگفت ایران بود، اون دوست من، من بهش زنگ زدم و گفتم یه آدمی اینجا یه چنین ادعایی داره، گفت کاری نداره که دوتا سوال ازش بکنی. ما هم دوتا سوال ازش کردیم و در این دو سوالی مردود شد. من فهمیدم، گفت اون به من گفت اگه کسی مثلا فرض کن که مدرسه چه میدونم سعدی رفته باشه، خب این یه مدیر داره، یه ناظم داره، اینا رو بر همه بلد باشن دیگه، حالا اونا دیگه ثابتن. اینه اگه مدیر مرسل نشستی، ناظم مرسل نشستی، معلم کلاس پنجمتو نشستی، خب معلومه تو مرسل نمیرفتی. یا مثلا فرض کن که یه آدمی اومد اینجا، یه موقعی گفت من هم پاسدار بودم، چی بودم، ما بهش گفتیم بیا عفو بزن، گفت شیراز بودم و نه شاهین ترکمان رو نمیگم، اسمش سجاد نام چی بود اسمش، بعد در شیراز بودم و نمیدونم این چی میکردم اونجا میکردم و فلان. و ما دیدیم که یه ذره این بالا پایین میگه، کاری نداشت که دوباره دوتا سوال ازش کردیم که شما فلان کسی رو میشناسی؟ این گفت نه. حالا مثلا اون سردار پاسدار حسین علی حسین خانی بود مثلا، چه میدونم. گفتیم خب تو نمیتونی که مثلا توی پادگانی باشی که افسر فرمانده تو نشناسی، نمیشه هم چیزی. این مقدمات رو دارم برات میگم که میخوام به این نتیجه برسم که ما ضمن این که ناراضی هستیم از شرایط، ضمن این که این مشکلات رو داریم، این همه چی در هم و بر هم است. مثل شعر پلاگکویست میمونش، پلاگکویست شاعر سوئدی بود، یه شعر بسیار زیبایی داشت، بچه ها در سوئدی اونو به فارسی هم ترجمه کرده بودن،
و میگفت در میان دو ملت جنگی برپا بود، جنگی عظیم بود و چه بود و چه بود، و بعد از لشکریان دو طرف کشته میشدن، بعد اینا جنازه ها رو جمع میکردن، شهداشون رو میبردن، براشون امارات درست میکردن، مانومنت های شهید درست میکردن، فلان میکردن، و خیلی اینا رو مثل همینایی که تو ایران میکنن آبشار قرمز درست میکردن، خون شهید و دو دانشگاه میبردن چال میکردن، پلایکیویست میگوی اینا، و در میان اینا اینطور بود و اونطور بود، و اینا خیلی اینا رو شهیدانشون مقدس میشه مردن. ولی یه وقت همهمه در شهر پیچید که آقا یه اتفاق بدی داره میفته، و این هستش که شبا این مرده ها از تو قبراشون بیرون میان و میرن به سراغ قبرای دشمنا، میرن تو قبرستون دشمنا و اونجا اینا با همدیگه کارایی میکنن، و خلاصه اینو شاعر داره شعر میگه حالا، و خیلی همه پیش پیش شد در شهر و همه شد، و بالاخره تصمیم گرفتن که برن ببینن که چه خبره. بعد رفتن دیدن آره، شب کشیدن در آره اینا از تو قبرها در میان و میرن تو قبر دشمن، و اونجا با اون رفتن جلوشون گرفتن، گفتن آقا ما این همه برای شما حرمت قائلیم، شما شهیدی، نمیدونم ساراللهی، نمیدونم یاسرانی، این حرفا هستین، پس چرا این کار میکنی، چرا این چیزی میکنی، چه کاری میکنید، پس ما این همه برای شما حرمت گرفتیم، نمیدونم امارت درست کردیم، مرکز شهید درست کردیم، چی درست کردیم، مردم ها بیان اینجا احترام کنن. گوه آقا وله میکنی حرفا رو، اینجا همه چی در هم و بر همه، پای من رفته تو قبر اون یکی، دست اون یکی اومده تو قبر این یکی، ما داریم اینا رو با هم دیگه جا به جا میکنیم، کاری به کار شما نداریم. بنابراین همه چی به قول پلای کیویس در هم و بر هم است. و مثلا اون پسر مهدی جلالی وقتی که وارد شده بود و اینا، اصلاح طلب هم بود، اون سر اصلاح طلبی بود، اول دوره خاتمی بود، سال 2002-2003 و اینا بود، گفتش که من ازش پرسیدم که خیلی خوب شما که فعال سیاسی هستی، مثلا کمونیست کارگری رو میشناسی؟ گفت نه. بودم میدونی رهبرش مثلا کیه، چجوری هست؟ گفت نه. گفتم 16 آذر رو بلدی؟ انشاب 16 آذر علی کشکرینا رو بلدی؟ گفت نه. گفتم پس شما چجوری یه فعال سیاسی هستی بدون اینکه تاریخ اینا رو بلد باشی، بدون اینکه تاریخ مملکت خودتو، اقلا تاریخ 20 ساله انقلابتو بلد باشی، اقلا اینو بلد باشی، تاریخ صدر اسلام رو نمیخوام، تاریخ کوروش کبیر هم نمیخوام، کوروش در جنگ با سکاها چجور رفت جنگید و کشته شد، نیا اینا رو نمیخواهد تو بپرسن. ولی راجب همین که توشیم راجب همین حرف بزن، تو اینم ولد نیستی، همه چی در هم بر همه. و رفت دانشگاه برکلی، نمیدونم اونجا چجور وارد دانشگاه برکلی شد فلان، اونا رو نفهمیدم. بعد یه سری از همین آدم ها که وارد صحنه های تلویزیون اینا میشوند میان، و حالا یا دانسته مثل داستان دیروز و مطلب آقای نوریالا راجب این رفتن خانم ستوده و آقای پناهی به دیدن اینا که ما دیروز گفتیم، یا این دانسته رفته یا به ضرب اسلحه رفته. اگه به ضرب اسلحه رفته که حرجی برش نیست، بعدم میگه خودش خواهد گفت که آقا اینا به زور اومدن ما رو بردن، ما هم که پوست و گوشت و سخون که بیشتر نیستیم، راست میگه خود بیه برو شلاق بخور، صمد میگفت با پرویز سرایی که حرف میزه، گفت این ظلم میکنه، گفت کی میکنه، گفت این علی گدا، گفت خب برو بهش بگو، صمد بهش گفت نه آقا خودت بگو شلاقش هم خودت بخور. یه سری از اینا در حقیقت توی دامهایی که برات میچینه، و من تلاش میکنم که وارد این دام ها نشم، یه سری از اینا هستن یا آمدن این کار میکنن یا در تور امنیتی هستن. امروز دارم که این یارو پسره دوباره یه چیزی نوشته بود راجب تور امنیتی که موساد پنگ کرده تا دانشمندای اصلی رو بکشه، شاهین دادخواه از تو زندان اوین نوشته بود، میخونیم برات.
اینا کارش اینه که ماجرا رو لبش رو تیزی کارو بگیرن. یه سری از اینا تو این تلویزیونای درپیتی به قول معروف، اینترنتیای بدتر از ما، پاره پوره، کارش اینه که تیزی کارو بگیرن. یعنی اگه میگی اعدام، میگه که اعدام که آمریکا هم اعدام میکنه دیگه. و من مثلا وقتی گفتم که این یارو آقای فلانی، به آقای دوشوکی گفتم تو که پزشکی، تو که میدونی به پزشک فقط باید بگیم دکتر، به بقیه نباید بگیم دکتر، تو که پزشکی اینو میدونی و اینو باید رعایت کنی. روحانی که دیپلم هم نداره، چه برسه به این که دانشگاه رفته باشه و فلان، اینا دروغگو هم، اینا یه حرف راست تو شکمشون نی، این از فرم لباسی که به تن داره دروغه، از همون عمامه کلش دروغه تا لباده و نعلینش همه دروغه. به تریج بقای یکی اینا برخورده بود که آقا پس شما خود میگی دکتر نوری علا، پس چرا به تریج قواش برخورد. دیروز گفتیم که در میان اینها چیز هست، بچه رو دیروز در ادهی رو در ارومیه اعدام کردن، میونیش بچه بوده که وقتی که این جرم به جرم قتل اینا رو گرفتن اعدام کردن. این بچه وقتی که مرتکب قتل شده سال هاست اینا در زندان هن، و موقعی که مرتکب قتل شده این زیر 15 سالش بوده و اینو نگر داشتن. حالا که مثلا نزدیک 20 سالشه بردن اعدامش کنن که بگم ما کار خلاف نکردیم. بعد دیدم که این آقای سربی برای ما یه چیزی فرستاده و اصرارم داره که اینا رو بگو در تلویزیون. List of juvenile offenders executed in United States since 1976. لیستی تهیه کردن از جوانهایی که از سال 1976 تو آمریکا کشته شدن. جمعش که میزنی، همه اینا رو که جمع میزنی، ایج 28 سال، ایج 17 سال، همه شو که جمع میزنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 22 نفرن. از 1976 تا الان 22 تا رو به قول خود ایشون که فرستاده برای ما، خیلی همش برخورده که چرا ما این حرفا رو میزنیم، 22 تا. و میدونی که در این آمریکا داستان به این آسونی نیست، یعنی به این آسونی یکی رو نمیگن اعدام کنن، اصلا همچی کاری نمیکنن. یارو بعد از 40 سال تو آریزونا از زیر اعدام اومد بیرون، 40 سال زیر اعدام بود و گفتن آقا دی ان ای کشف شده و چون دی ان ای کشف شده پس بنابراین این ما فهمیدیم که این قاتل نیست، ولش میکنیم. بعد 45 سال یارو تو زندان بود، ولش کردن اومد بیرون. اینجور نیست که مثلا یارو بگیریم شب ببریم اعدامش کنیم. دیروز هم که مادر و زن پیمان عارفی رو کامیونی کردن، فرستادن تو دره، خداحافظ کردن، تو را تصدف کردن، مردن. یه بار دیگه هم کرده بودن، اینا جان سالم به در برده بودن، این دفعه دیگه فرستادنشون کامیونیشون کردن، خیال راحت شد. چرا که گفته بودن اینا آقا بچه ما رو چرا فرستادی مسجد سلیمان؟ ما هر یه مادری در کرمانشاه دیروز خودشو دار زد برای اینکه جوونش و پسرش رو اعدام کردن. پسرش رو اعدام کردن، زنه یه هفته دوام نیاورد، مادر یه هفته دوام نیاورد، خودشو القابیس کرد. اینا کارشون اینه که گرد کنن، تیزی کار رو بگیرن. تا بگی اعدام، میگه اینا آمریکا. ببین 1975 تا الان، 1975 تا الان 40 سال داداش. و آمار وجود داره، تو میتونی دست به آمار ببری پیدا کنی. اینشو نمیگه. یا مثلا نوشته که پرسیدی که آیا وزیر خارجه میره توی شو
بیا. باز هم به جای یاد گرفتن به من فوش بده. بعد یه لیستی رو برای ما فرستاده، مثلا در آمریکا که وزیرای خارجه از کانل پاول و خانم رایس و اینا رفتن مثلا تو شو، معلومه که بری تو شو، میری اونجا میشینی سر صندلی ازت سوال جواب میکنه یارو. این که نرفته سوال جواب، این رفته مهران مدیری پشت صحنه مهران مدیری رو تماشا کرد، رفته سوال جواب کرده اونجا، رفتن گشتن سین کشتیوار. خر تو خر اینجاست. اون مسعود بنود رهبر بزرگیه، اون یه چهره شناخته، ولی از این معلوم الحالا زیاد داری تو، همه جا هستن. من هرگز حاضر نیستم تو دام اینا برم. مرتب این کارها رو میکنن، مرتب 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 برای ما از اینا میفرستن، آدم های مختلف به اسامی مختلف، و این نحوه سوال و پرسش ها برای اینکه ما رو از مسیح بخواد من برگردم جواب بدم، اون برگرده فلان کنه، داستان درست کنه. نه اینجوری نیست. ترفندهای وزارت اطلاعات روشنه، معلومه چیجو کار میکنه. یادمه که یه موقعی تلویزیون پارس و اینا رفته بودن لاس وگاس با امنیتی ها نسبا حرف زدن، بعدش پرسیدیم که چرا رفته اونجا، اون موقع خانم حاله همسر آقای شجره بود، گفت نه خب رفته ببینیم چی میگن. گفتم رفته ببینید چی میدن یا چقدر میدن. چرا اینطور شده آقای فلانی، آقای بهمن، چرا این سرنوشت رو داری، علت چینه؟ شما دیروز همچی یه جای موفقی نبودی، اگه موفق بودی که امروز سرنوشت دین نبود که. شما این که داری میکشی محصول دیروز، دیروز کاشتی امروز برداشت میکنی. این مثل محمد سعیمی اینا، الان من نگاه میکنم بینم که اینا همینجوری میدونن که بشن پلیس، سگ زنجیره‌ای امپریالیست بشن. اسمش از سگ زنجیره‌ای، یعنی قلادش دست یکی دیگه است. اون به این داستان افتخار میکنه، میگه ببین ایران کشوریست بزرگ فلان اینا، قوی هستیم دیگه تو منطقه، خیلی بزرگیم اینا. من به این اصلا افتخار نمیکنم، من در پس این سیاهی تاریکی میبینم، من در پس این میبینم که همه این آشکالا سرازی میشه تو مملکت، همه این زباله ها میرزه تو مملکت. طالبان و جنگ حیدری نعمتی و جدایی و طلبی و همه اینا، اون اینو خوشحاله از این بابا، اون افتخار میدونه، من اینو افتخار نمیدونم. وقتی که بحرین رو مثلا دادن رفتن برای اینکه میخواستن پلیس منطقه باشه، به جای انگلیس ها اینا برن اونجا فرمان روایی کنن، عمان و اینا، زفار رو اینا برن کنترل کنن، این میخواه همون رو بازی کنه، همون نقش شاه رو داره بازی میکنه. عاقبت خوشی تو این داستان وجود نداره. ایران نشته سلام، ایران یه جامعه بیرم، خشونت دین از ایران یه جامعه سنگدل ساخته، ایرانی ها همه در حال زدن همدیگه هستن، یا به هم ذره مالی میزنن، یا حرفی توهین میکنن، یا با محلی به فرد میگوین که تو هیچی نیستی. من که اخیراً از ایرانیان هیچ ترحم و انسانیتی ندارم، شاید شما دیده باشی. شما تعمیم میدی، تعمیم ندهید. این مردم ها
در هر شرایطی حکومتشون هر جور حکم کنه اینا محکومن که اون رو اجرا بکنن. اگه حکومت دیگری باشه نوع شما هم نوع دیگری میشه. این مربوط به ایران نی، این تو فرانسه هم همینطوره، تو آمریکا هم همینطوره، تو سنگال هم همینطوره، تو ایران هم همینطوره. میگی به چه دلیل؟ میگم آمریکا رو نگاه کن، رفتار مردمان آمریکا رو نگاه کن در دوران جورج بوش پسر با امروز، رفتار مردمان آمریکا رو تحقیق کن در دوره ریگان با دوره کلینتون. دو رفتاره حکومت تعیین میکنه، عمومیت نداره، این یه چیز امر ثابت نی، متغیر است، تغییر میکنه، ثابت نی، حکم عموم نمیشود داد، تغییر پذیره، انسانه. یه قوره سردیش میکنه با یه مویز گرمیش میکنه. اون چی که من دارم برات میگم موضوع دیگه است که چجوری این امنیتیه چجوری عمل میکنه، چجوری مسعود بهنود چاپلوسی اون دوتا رو میکنه، اون یکی دیگر رو تحقیر میکنه. تحقیرش کرد دیگه، چیزی به مرده اضافه نکرد به آقای ماندلا. های زندانی رجای شهر کرج اعدام شدن، کاغذ بدید که آقا در آمریکا هم 40 نفر اعدام کرد. 4 زندانی در رشت اعدام شدن. اینا داستان هاراناس همینجور داره می نویسن. سرگاه روز دوشنبه دستکم 2 متهم به قلب، سرگاه امروز 2 زندانی متهم به تجاوز به عنف در زندان لاکان رش از طریق چوبه دار اعدام شدند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فوران حقوق بشر در ایران، سپیده دم روز دوشنبه 25 آذر ماه جاری، آرش شادکان 27 ساله و فردی به نام یگانه در محوطه زندان لاکان رش از طریق چوبه دار اعدام شدند. سرگاه روز گذشته 8 زندانی به اتهام مجهولی در زندان رجای شهر کرج از طریق چوبه دار اعدام شد. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فوران حقوق بشر در ایران، برخی از این زندانیان از زندان قزلحصار برای اجرای حکم به این زندان منتقل شدند، چند تن دیگر از بند 5 و 2 و 7 زندان رجای شهر. از هویت این 8 نفر اطلاعی در دست نیست و مسئولین قضایی نیست تا کنون در خصوص این اعدام ها اطلاع رسانی نکردند. 2 زندانی در زندان سمنان اعدام شدند. رابط عمومی دادگستری استان سمنان از اجرای حکم اعدام 2 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در سمنان خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، بامداد امروز 2 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی سمنان به دار رفت. این 2 مجرم، یکی به جرم حمل و نگهداری بیش از 392 گرم مواد مخدر از نوع شیشه و دیگری به جرم حمل بیش از 3 کیلو هروئین فشرده یا کراک، در دادگاه انقلاب اسلامی سمنان به اعدام محکوم شده بودند. و بعد می نویسن مرگ مادر و همسر پایمان عارفی پس از ملاقات با وی در حادثه رانندگی. ناید رحمانی و زیبا صادق زاده، مادر و همسر پیمان یا امیررضا عارفی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مسجد سلیمان، در راه بازگشت از ملاقات بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مادر پیمان عارفی که ساکن تهران است، بیشتر در مصاحبه با هرانا از تبعید این زندانی سیاسی به زندان مسجد سلیمان ابراز نگرانی کرده بود. پیمان عارفی اردیبهشت ماه سال 88 بازداشت شد و در دادگاه به اتهام هواداری از انجمن پادشاهی مورد محاکمه قرار گرفت و ابتدا به اعدام و سپس در دادگاه تجدید نظر به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. این
زندانی سیاسی به همراه پسردایی خود آرش رحمانی که در اواخر سال 88 اعدام شد، در حالی که پیش از انتخابات جنجالی سال 88 بازداشت شده بود، در دادگاه دست جمعی دستگیر شدگان بعد از انتخابات به عنوان یکی از معترضان انتخاباتی که در صدد انجام اقدامات مسلحانه علیه حکومت بود مورد محاکمه قرار گرفت. اینا رو قبلا گرفته بودن ها. زیبا صادق‌زاده که خود به همراه پیمان عارفی بازداشت شده بود، نیز مدتی در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی قرار داشت. از پیمان عارفی بیشتر در نامه‌ای از زندان اعلام داشت برای رهایی همسرش بهله خود اعتراف کرده است. خبرگزاری آرنا اخیراً گفتگویی با مادر این زندانی داشتند که به مشکلات محل نگهداری پیمان عارفی، طولانی بودن مسیر ملاقات‌های کوتاه وی اشاره می‌کند. فایل این گفتگو را در زیر بشنوید. دیدنش منطقه اینقدر که هوا گرم بود، منم که حالم خوب نبود، گفت مادر نیاد چون اگه بیا اینجا حال بهم میخوره، من دیگه از صبحم خود میشه نگرانه که هستم، چون من یه سری حالم بد شد، گفتدم بیمارستان شهدا اینا خوابیدن یه چند روزی دیگه، خلاصه به خاطر گرمای زیاد و طولانی بودن راه نتونستم برم دیدنش. الان دودن 4 ماه ندیدنش. بله زنگ میزنه، میزنه در روز یه بار میزنه، دو روز در میون میزنه، اگه زنگ نمیزنه دیگه خیلی سخت. ولی کولر اینا دارن منتها خب برق میره اینجا، اینجا خیلی آخه ضعیف هست، برق میره یعنی 3-4 ساعت برق ندارن دیگه. تو اون لحنه گرما بند خیلی اصلا خیلی هواش ناجوره، اینو 55 درجه پیمان میگه که از ما داره میگه اصلا میاد تلفن بزنه چند دقیقه تو حیات میگه حالا تعبا میگیرم و اوناد که عرق میریزم، خیلی گرم خالصه دیگه، چی دیگه هیچ کاری هم نکردم براش بند خدا بچه اینجا اونو عمل کرد دیگه، آخریش هم یه لایه پیش عمل کرد. حالا چرا نظر روحی خوب خیلی داغونه، این که دیگه چیکار کنه هیچ راهی نداره. چندین بارم نامه نوشتم، من خودم درخواست نوشتم که این حالش اینطوریه، خسته شده، بالاخره الان رفته تو 5 سال دیگه 4 سال تموم شد، لاغل یه 2 روز مرخصی اینو نمیفرستن یه هوایی بخوره تغییر جویه بده دیگه، از اونورم نگران خب زنشه، بالاخره زن جوونه، من نمیدونم این چجور مسلمونیه چجور دینیه که میگن که اگر زن 3 ماه از شوهرش جدا باشه دیگه تو رجون حرومه، این الان 4 سال رفته تو 5 سال، من نمیدونم چه اسلامی ما داریم که این هنوز حروم نشده به این لاغل یک کمکی نمی کنه. آخه میگم که ما مثلا 4 ماه 5 ماه یه بار میخواییم بریم اونجا، اونم ما دوتاییمون میریم یا جلسه میریم میشینیم اونجا، تو همه اونجا نشستن ما میشینیم اونجا پیشه، یه ساعت میشینیم پیشش با میشیم. اونو باز ایدین یه مقدار ترتمیز بود، محیطش خوب بود، ولی اونجا نه، اونجا اصلا خیلی محیطش ناجوره. من خواستم یه نامه یه چیزی بنویسیم به این آقای روحانی، چون پیمان شناسنامه‌اش خاص براش فرستادیم اونجا، حتی رای داد به آقای روحانی، به ما هم گفتش که شما هم به آقای روحانی رای دادیم. آقای روحانی با آقای خاتمینه شناسنامه‌اش فرستادیم اونجا، خودش هم اونجا رای داد به آقای روحانی که بلکه بالاخره یه قولایی داده بود که ایشالا بلکه فضا خوب بشه و اینا هم یه تخفیفی، یه آزادی، یه مرخصی، بالاخره یه تغییری بدن. من نمیدونم حالا تا کی باید اینطوری تحمل بکنیم. میخواییم به این یکی از این بچه ها که با همین یکی از این بچه ها صحبت بکنیم، بنویسه برامون که اینا که واردترن بدونن چی بنویسن. بله وکیلش آقای مصطفایی بود که رفت، آقای آقاسی هم هست دیگه، مربوط به این 88 دیگه، اینا در رابطه با این انتخابات بوده، منطقه اینا رو زودتر گرفتن دیگه، اینا میخواستن اقدام داشته باشن ولی هیچ خبری نبود، ولی تختر از همه روی اینا بیاده شد، بدترین عمل، بدترین سختی رو برای اینا پیاده کردن، اینا دسته که اینا هیچ
کاری هم نکرده بودم. وقتی من میگم آقا من میخواستم این یه لیواناو بخورم، ولی من این لیواناو نخوردم که، حرف زدم. با حرف اینا رو گرفتار کردن دیگه. اینا یه حالتی گروگانگیری بوده و زنش رو گرفتن به خاطر زنش. اینا رو گفت آقا من زنم رو بذاریم بره، من هرچی شما میگیم هستم. هیچ کاری هم نکرده گفته کردم. فقط بذاریم زن من بره، زن من جوانه میترسه. واقعا من ترسه. چی بگم دیگه؟ اصلا ببخشید من بخواد چی صحبت میکنم، اوز میخوام از داری سرم. در آمریکا هم ادام میکنن دیگه. جورنال ریپورت میدیم که در آمریکا هم اعدام میکنن. اینجاست، از اینجا کتک میخوریم. این شکلی میشود که میشود. گناه گرد در برق آهنگری به شوشتر زدن مادر پیمان عارفی و زنشو به دره در شوشتر و مسجد سلیمان. مهدی حسنی می نویسد پیروزی وجدان بر وظیفه زانو زد اما تسلیم نشد. به بهانه زادروز تولد ویلی براند. بلندترین بنای تاریخی کار به دستان حکومت اسلامی، چه از جنس مرغوب و حکومتی ولایتیش، چه از نوع جنریک و معتدل و اصلاح شدهش، نه تخت جمشید و پاسارگاد که دیوار حاشا می باشد. هر مستبد از راه رسیده خشتی بر خشت نهاده و بر قطر انکار و درجه شناعت افزوده. هیچ کس پاسخگوی جنایات بیشمار عمر تباه حکومت اسلامی نبوده و نیست. در نظامی که همه در آن دروغ میگویند مگر خلافش ثابت شود، وجدان کالای نایابی است که از بهمن یخ زده تا کنون کپونش اعلام نشده است. بی تردید هیچ دورانی ننگین تر از بود نامبارک حکومت اسلامی در تاریخ معاصر ایران نمی توان یافت. در کجای این جهان می توان جز در کابینه اعتدالی اسلامی، نه به اعتراف مخالفان حکومت که به شهادت فرد دوم نظام یعنی آیت الله منتظری، قاتل از نوع رسمیش یعنی مصطفی پور محمدی را به وزارت رسان، یا در فرودگاه امام برگردن علی وکیلی راد که دکتر شاپور بختیار را کارداجین کرد گل انداخت. سعید مرتضوی قاتل زیبا کاظمی راست راست راه برود و به ریش همه بخندد. درود به تو مهدی حسنانی، درود به شرفت مهدی حسنانی. نوشت زیبا کاظمی. جمهوری اسلامی پرزل هگو زهرا، همیگه زهرا کاظمی، اسمی زیباست. من بهش گودی زهرا که نمیفهمی، که بهش گودی زیبا میگو بله با من بفهم. اون برای اینکه اینو مال خود کنه اسم یارو رو تغییر داد. و تو در این داما میری دائما پاد همجور سر میخوری میفتی، سر میخوری میریم. تو سعید مرتضوی قاتل زیبا کاظمی راست راست راه برود و بریش همه بخنده. شکنجگر دیروز منادی آزادی شد. علی ربیعی بشه رئیس کارگرا، وزیر کار بشه. میدونه، برای اینکه میدونه وضع خرابه، میدونه که اون زیر داره میجوشه قل میزنه، میدونه که هر لحظه ممکنه که این کارگر بزنه بیرون، میگن جو زنجیره به پام چیزی ندارم از دست بدم، برای همین یه امنیتی قوی رو میذاره اون بالا.
که بتونه کنترلش کنه. شما تو همین صحبتهای این مادره شنیدی دیگه، پیمان عارفی گفته مادر تو رأی دادی شانسرا رو برم تو زندان رأی بده. اصلا زندانی محروم از رأی دادن، از حقوق اجتماعی محرومه. فقط در جمهوری اسلامی است که زندانی رو وادار میکنن رأی بدید، ستاد انتخابات تشکیل بدید. تو نمیفهمی از کجا میخوری. اصلا چرا زندانی شدی؟ چرا میکنیمش تو زندان؟ برای که از حقوق اجتماعی محرومش کنیم دیگه. نتونه بیاد تو خیابون، نتونه بره سر کوچه آلاسکا بخره، نمیدونم پشمک بخره، نتونه بره سینما، نتونه بره تخمه آفتاب گردون بخره بشونه. این برای این محرومش کنی از حقوق اجتماعی. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم می شود. میگه پیمان گفت شانس همان بیا مادر من رای تو هم رای بده. فقط در هیچ دورانی ننگین تر از بود نامبارک حکومت اسلامی در تاریخ معاصر ایران نمیتوان یافت. در کجای این جهان میتوان چنین چیزهایی را دید؟ شکنجگر دیروز منادی آزادی شود و لیست تباهیات چنان بلند است که تکرارش موجب کسالت از این مقدمه از این مقدمه ناگزیر پلی میزنم بر سال روز تولد ویلی براند که نماد پیروزی وجدان بر وظیفه بود. ارنست هربرت کارل فرام، سوسیالیست 20 ساله آلمانی که در سال 1933 تحت تعقیب گشتاپو قرار گرفت، با فرار به نروژ به اجبار نام ویلی براند را برگزید. وی پس از زمینگیر شدن فاشیسم هیتلری و بازگشت به وطن، در سال 1969 نخست وزیر کشورش شد. در میان سیاستمداران آلمانی مشهور است که ویلی براند در تمام عمرش به تعداد انگشتان دستش کسی را در آغوش نگرفت و همواره به سردی رفتار شهره بود. و یک سال پس از انتخابش به نخست وزیری در 7 دسامبر 1970 برای ادای احترام به قربانیان گتوی ورشو و میلیون ها قربانی لهستانی جنگ به ورشو رفت. در آنجا قرار بود نطق از پیش آماده شدهش را قرائت کند، با تاج گلی در دست به مراسم رسمی این گونه: بنای یادبود 7000 لهستانی که تنها ظرف 3 هفته در شورش گتوی ورشو توسط آلمان ها سلاخی شدند، آلمانی که آن روز ویلی براند نماد دیگر از آن شده بود. افزون بر اون 7000 نفر، استخوان 3 میلیون لهستانی نیز بر سنگ نوشته های اردوگاه ها و اتاق های گاز و کوره های جمعی شیار شده بود. 7 دسامبر 1970 ساعتی مانده به ظهر، ویلی براند با دستگلی در دست مقابل بنای یاد بود می ایستد، خم می شود و به یک بار کمر می شکند و زانو می زند و برای دقایقی قامت راست نمی کند و البته هیچ نمی گوید. انتشار تصویر زانو زدن براند با تیتر عکسی که تاریخ ساز شد به حافظه تاریخ گره میخورن. یک سال بعد جایزه صلح نوبل کمترین پاداش کار شجاعانه اوست. پوزشگاهی ویلی براند به خاطر جنایتی که نه تنها خود در آن نقش نداشت که تحت پیگرد نظام هیتلری نیز بود، این اقدام ترجمانی متفاوت از اخلاق در سیاست را در مقابل محکمه وجدان قرار داد. مرد صورت سنگی جرمن ها زخم شانه بر زمین نهاد و بر گل نشست. او شخصا بدهکار کسی نبود، اما به جای تمامی هموطنانش که برای فاشیسم
هورا سر دادند و ارتشی که سلاخی کرد کمر خم کرد و رسم تکلیف به جای آورد. ویلی بران در پاسخ به پرسش خبرنگاران و چرایی کارش گفت برنامه‌ای برای این کار نداشتم، اما در جایی که انحطاط تاریخ آلمان و بار میلیون‌ها قربانی جنگ بر دوش سنگینی می‌کند، زبان از حرف زدن عاجز است. امروز یکی از میادین اصلی وشو به نام ویلی برانت است و نمای وی در حالی که زانو زده زینت بخش میدان است. پوزش‌خواهی از تاریخ توسط ویلی برانت در زمان وقوع در جامعه آلمانی توسط هم‌میهنانش مقبولیت چندانی نیافت. 48% آن را اغراق‌آمیز و 41% آلمانی‌ها آن را مورد تایید قرار دادند. امروز اما اقدام برانت به بخشی از افتخار و حافظه آلمانی تبدیل شده است. براستی در مقابل کدام تصویر میتوان کلاه از سر برداشت و شرمساری جبران ناپذیر نصیب چه کسی است؟ مهدی اصلانی. درود بر مهدی اصلانی. عفت تاپاز می نویسد نلسون ماندلا و یاد علیهای سرزمین ما. لحظه اولی که خبر مرگ ماندلا را شنیدم در بهتی گنگ و غمی نامفهوم از خود پرسیدم چرا غمگین باشم؟ او انسانی بود که در ستیز با زندگی برای آزادی دستاوردهای بسیار برای مردم جهان باقی گذاشت. او اکنون در جهان اندیشه پیروز میدان صلح است و آموزشایش برای نسل آتی همیشگی و ماندگار است. با این اعتقاد خواستم همپای همه همرنگان و مردم سرزمینش جلوی سفارت آفریقای جنوبی در لندن با شادی برخصم. به قول آنها ماندلای ما کسی است که در ماراتن زندگی پیروز میدان است و باید زندگی او را جشن گرفت. اما زمانی که جلوی انبوه مردمی با رنگ‌های مختلف در طیفی از رنگین کمان جلوی سفارت آفریقای جنوبی ایستاده برای امضا رسیدم، به احترام کلاه از سر برداشتم و گلی در کنار انبوه گل‌های دیگر گذاشتم. ناگهان بغضم ترکید. با دست‌های فشرده در بغل، با اندوه فراوان مقابل عکس ماندلا و بستری از گل‌ها، گویی که برای خود او بود، زار گریستم. دیگران با تعجب مرا می‌نگریستند. به خود آمدم، پرسیدم این عشق، این همه انبوه از چه روز؟ برای از دست دادن ماندلای ماست که جهانی با اوست و یا برای واقعیت آن بود که گلهای افتاده بر بستر خیابان ترافالگار گوشه سفارت آفریقای جنوبی بی آن که بخواهم مرا به گلزار خاوران برد، همان جایی که نخستین بار همراه خانواده‌ام به آنجا رفتم. 28 آذر ماه با تلفنی از اوین آدرس خانه تازه علی برادرم را به ما اعلام کردن. در سوز و سرمای دیما به خاوران رفتیم. همه جا خاک و خاک بود، بی هیچ نشانی از قبرستان. در آستانه در، همان جایی که پشت دیوارش با خط درشت و کج موجی نوشته بودند لعنت آباد، در آستانه در قدمی جلوتر ردیف 4 قبر شماره 58، بر سر مزار خاکی بی سنگ قبرش رفتیم و گل گذاشتیم. تلخ بود و همچنان تلخ است. بوی نم خاک تازه کنده شده می آمد و دو سه ردیف دور برش برجستگی خاکای برآمده نمای انسانی بود از جنس ماندلا، همانند او شریف.
بعدها حتی اجازه رفتن بر سر آن خاک و گل گذاشتن و گریه کردن برای بر روی آن مزار را هم از همه منع کردن. در آمریکا هم اعدام میکنن جوانا رو. در مرگ ماندلای شریف، گلهای گوشه خیابان ترافلگار مرا یاد صدها جوانی انداخت که در سنین حد اکثر 35 ساله در گودالهایی که برایشان کندن دفن شدند. یاد آثار چرخ بلدوزرهایی که بارها در سال 1368 روی اجسادشان گذر دادند تا حتی نمودی از استخوان تنشان در خاک بر جای نماند. جوانانی که با روش‌های مختلف خواستار آزادی و عدالت اجتماعی بودند، بیشک بسیارشان حداقل در صلح و عدالت‌خواهی به گونه ماندلا می‌اندیشیدند. در مرگ ماندلای شریف، به یاد سفرخان قهرمانی از زندانیان سیاسی مشهور در زمان پهلوی افتادم. وی در زمان آزادیش طولانی ترین زندانی سیاسی را در تاریخ ایران به مدت 33 سال تحمل کرده بود. و به یاد محمد علی عمومی، زندانی سیاسی که با تحمل 37 سال زندان دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی هنوز از آزادی کامل برخوردار نیست، افتادم. ماندلا در سال 1370 زمانی برای سخنرانی به دانشگاه تهران رفت. شنید آقای عمومی 33 سال از زندان کشیده و هنوز در زندان است. ماندلا آزادی عمومی را از حکومت درخواست نمود. به یاد علی و شاپور و خلیل و مشتبه و منصور و حسن و سیمین و سهیلا و پروین و دیگر زندانیان جوانی با سر پرشور در خاک شدن افتادم. اگر آنها هنوز زنده بودن، شاید هر یک می توانستن ماندلایی باشند برای سرزمین ما و یا حداقل ماندلایی در حیطه زندگی دوروبر خود. در مرگ ماندلای شریف، به یاد انسانهای سرزمین افتادم، به یاد آنهایی که جان فرزندانشان را همچون برادرم علی ستاندند و فاجعه اعدام را بر سرشان آوار کردند، همان گونه که ما گرفتار شدیم، به ندا و سهراب و شبنم و آن جوانی نابشان. به خواهر و مادر ستار بهشتی فکر کردم که او را در هر زمان 30 ساله به خاطر خواهند داشت، همان گونه که من و مادر و همه هنگام شاپور را 30 ساله میبینیم. همه هنگام شاپور را 30 ساله میبینیم. امروز در آذر ماه 1399 در این سوی دنیا، در مرگ انسانی بزرگ، به یاد برادرم علی و همه علیهایی هستم که چون او در خط مشترک با ماندلا برای صلح، عدالت‌خواهی، آزادی جان ستانده شدند. امروز 32 سال از آن تاریخ می‌گذرد. خونهای به ناحق ریخته انسانهای آگاهی که زندگی را تنها برای خود نمی‌خواستند فراموش نخواهند شد. یاد آنان در هر آذری، در هر سرخ برگی و یا برای آن دیگری هر ماه مهر و آبان و خرداد و مردادی و یا در هر گوشه خیابان در این سوی دنیا، آنان را به یاد می آورد که عزیزانشان چگونه زیستند و چگونه جان ستانده شدند. همون گونه که یاد علی با من است، خواب او بر چشمان رویاهایم. علی که عاشق زندگی بود، عاشق بچه ها و همسرش، با این حال به همبندانش در سال 60 به جدی و شوخی گفته بود کهکشان به این بزرگی و عظمت که کره زمین بخش کوچکی از آن است و میلیاردها انسان در آن زندگی میکنند، در مقابل عظمت و بزرگی زندگی انسان چه ارزشی میتواند داشته باشد اگر که جان ستانده شود. 32 سال است که به یاد می آورم علی ماهباز را که عقربه زمان برای او در شامگاه روز 28 آذر متوقف مانده است. سالها رفته هنوز، سرخ برگ‌های گذر همچو عطر گل سرخ خانه ما پیوند یاد تو اند.
آخرین برگ درخت در آذر سر خواننده و رقصیده بر سر دار بلند. عفت ماهباز، آذر 1392. اینه. از کجا میخورم؟ از اینجا کتک میخورم. امروز آقای خامنه‌ای میشنون اینا، اینا دنبال میکنن داستان رو. گفته از اسلام مقاتله و خون دادن است، یعنی قتل کردن. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پنجشنبه امروز 19 دسامبر 2013 در دیدار با اعضای ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسلام با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی نمی‌توانند سکولار باشند، اسلام را دین سیاسی مقاتله و خون دادن توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با بیان اینکه اصل انتصاب هیئت به رزمندگان یک معنای مهمی دارد گفت: رزمندگان یعنی کسانی که در مواجهه با دشمن مجاهدت کردند. مجاهدت هم اهم از مقاتله است. مقاتله یعنی جنگ نظامی. مجاهدت مجموعی از انواع مبارزه است. جنگ نظامی، جنگ فکری، جنگ روحی، جنگ اجتماعی، مجموعی اینها اسمش مجاهده. مقاتله رو تبدیل کرد به این. مقاتله یعنی قتل کردن، از باب مفاعله است، مصدر قتل. میگه دیگه همجور بگو برو به بافو برو جلو، هیچ کس را پاس بخوری. او با اینکه هر تلاشی را جهاد نمیگوین افسود، ممکن است یک کسی یک کار علمی هم بکنه اما جهاد نباشه. جهاد آن حرکتی است که در مواجهه با یک خصم، با یک دشمن انجام میگیره. جهاد یعنی کوشش، یعنی جهد کردن، یعنی کوشش کردن. هر کسی کوشش بکنه جهاد کرده. این تعریفش رو تغییر بدیم، همه معانی رو تغییر بدیم. مصادره به مطلوب یعنی همش کن این کارو میکنن. این اون دستگاه حاکم از اون بالا این کارو میکنه تا این یاروی که تو نیویورک و واشنگتن و پاریس و لندن نشسته. و همه رو دست هم کپی کردن، همه رو دست هم دیگه کپی میکنن. دیدی که بصیر نصیبی دیروز راجع به جیلای مرجویی گفت، اونم به خاطر اینکه داداشش مرجویی بوده. اگه داداشش مرجویی بود اون دو خط هم بی بی سی نمی نوشت. ما رازخواهتان جاودانه تاریخ خواهیم. او با تاکید بر اینکه هر تلاشی را جهاد نمیگویند افسود، ممکن است کسی یک کار علمی هم بکند اما جهاد نباشد. جهاد آن حرکتی است که در مواجهه با یک خصم، با یک دشمن انجام میگیرد و این خصوصیت را دارند، این روحیه را دارند. برای همه اجتماعات وجودشان مبارک است، چون اجتماعات بشری خالی از دشمن نیستند، حالا کم یا زیاد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه تاکید کرد: هیئت‌ها نمی‌توانند سکولار باشند. اصرار داشت هیئت امام حسین سکولار ما نداریم. آقای خامنه‌ای افسود: هر کسی علاقمند به امام حسین است، یعنی علاقمند به اسلام سیاسی است. اسلام مجاهد است، اسلام مقاتله است، اسلام خون دادن است، اسلام جان دادن است. معنای اعتقاد به امام حسین اینه. خب تو بده، تو بده به سرات بدن.
او بیان داشت، اینکه آدم در یک مجلس روزه حیات عزاداری مراقب باشد که نبادا وارد مباحث اسلام سیاسی بشود، این غلط است. او ادامه داد فکر انقلاب، فکر اسلام، خط مبارک امام در این مملکت ترسیم کردند و باقی روزن، اینها بایستی در مجموعه های هیئت ها و مانند اینها حضور داشته باشند. چه وحشتی داره؟ این اونه دیگه، اون بدیله، این بلده، تو بلد نیستی، من بلد نیستم، اون بلده، اون میداند که معنای بدیلش یعنی یک حکومت سکولار دموکرات. اون به هر شکلی تلاش میگیره که این اتفاق نیفته، این شکل نگیرد، این نباید شکل بگیره. گفت تا زمانی ما سر کار میمانیم که این را نداشته باشیم. هر زمان که این یک بدیل داشته باشیم، اون روز ما رفتیم. پناهندگانی که نه یک روز در کمپ های پناهندگی زندگی کرده، نه از کوه فرار کرده، بلکه با هواپیما و سلام و صلوات وارد کشوری خارجی شدند و با بهانه مخالف جمهوری اسلامی بودن خارج از کشور، در حال ترویج جمهوری اسلامی و تبلیغ برای آخوندهای داخل ایران هستند. ببین آقای علی دباشی، آقای گنجی، خانم حقیقتجو، همینجور بشمر برو جلو، آقای سازگارا، این دختره توی فلان، اینا، این گنجی و اینم این دختره که تو انگلیسه اسمش علی نژاد، مسیح علی نژاد، این خیلی برام شخصیت جالب بود، این دختره فاطمه حقیقتجو. ما رفته بودیم به کجا بود؟ برای اینکه برنامه سکولار دموکرات ها همایش سکولارای سبز بود در تورنتو کانادا، و به ما هم گفتن که آقا شما میتونی اینو برای ما پخش مستقیم بکنی؟ گفتیم تلاشمون رو میکنیم این کارو بکنیم. رفتیم به اونجا، همه اومده بودم و بیچاره چه خرجی هم کرده بودم بیچاره ها، برای اینکه شازدم گفته بود میام، اونا هم گفتن خب شازده میاد، هتل گفته بعد شما سیکیوریتی بگیرید، فلان جا بگیرید، این کار بکنید، اون کار بکنید، وگرنه میتونستن برن توی اون سالن اجتماعات شهر یه جایی یه جلسه بذارن دیگه. اصلا هتل درجه یک گرفته بودن، سیکیوریتی گرفته بودن، شازده هم لحظه آخر نیومد مثل همیشه. دکتری آزاد گفتش که میدونی چی شده؟ گفتیم نه، سر صبحونه بودیم. گفت این خانومه میره استخ. گفتیم خب بره استخ چیش کنه؟ گفت نه، خانوم حقیقت جو رو میگم. گفتیم این خانوم حقیقت جو میره استخ؟ گفت آره جونتو. پرسیدم ازش، گفت اینجا کسی ما رو نمیشنسه. همین نشته بودیم، دیدیم خانوم حقیقت جو ماشالله لپا گل انداخته از همون در اومده، سرخ و سفید، تمیز و پاکیزه اومد. گفتم خانم عافیت باشه، استخ بودین؟ گفت بله. واعظان کین جلوه در محراب و منبر میزنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر می. بعد من می‌نویسم در علوم اجتماعی هیچ وقت نمی‌توانیم ادعای را به طور 100% بکنیم، همیشه استثناء وجود دارد، ولی در مورد قضیه اجتماعی اظهار نظر می‌کنیم. معمولاً نرم آن جامعه را مد نظر قرار می‌دهیم، یعنی اکثریت ایرانیان باید تکلیف خود را با دین مشخص نمایند. این تصمیم سختی است. 35 سال پیش مردم دلشون برای اسلام تنگ شده و فکر کردن که امام خمینی می‌تواند آنها را خوشبخت نماید، و حالا امام سدعلی خامنه‌ای نیز مانند سایر امامان قبل خود راه وی را ادامه میده. وی نمیتواند سیستم را عوض کنه، وارد راهی شده است که باید تا انتها ادامه بده. دوست من، به خدا اینطوری نیست، اینجوری نیست، صحنه این شکلی نیست، یا لااقل من اینجوری نمیبینم.
من به سبب نام فامیلی به سبب ساختار خانوادگی تو متن و بطن مسائل اجتماعی دوران محمدرضا شاه بودم. میگه نه از آقای ودیعی بپرس. این نوارهایی که براتون پخش میکنم از گفتگوهای آقای میبودی با آقای نوری علا راجب کانون نویسندگان اینا رو خب نفکر کنم گوش نمیدید، خسته میشید میرید، گوش بدید خوبه. هیچی جا نذاشته بود در همون کانون نویسندگان که درست شده و چه قالبش جلال آل احمده، احمد فردیده، احسان نراقیه، اینا بچه قالبن. دو بخش بیشتر نداری، یا تودهیه که از برادر بزرگتر فرمان میگیره، هم بحث هویت و استقلاله، یا این یکیه که تو علی و امام حسین دنبالش میگرده. علی امام حسین، نه این یارو علی امام حسینی که این داره تحریم میکنه به عنوان میت، به عنوان اسطوره، به عنوان هرکول. و نمیشه یه آدم با شمشیر 700 نفر رو در روز سر ببره، امکان عقلی ندارد. شمشیر بلند کردی دستت گرفتی 15 کیلو 20 کیلوه، یه آهنم باید تنت کنی، زرم باید تنت کنی، یه دستت هم سپر باشه. برید توی این موزه ها اینا رو نگاه کنید، بدونه اینا رو ورده دست بگه به چه وزنی داره. میته علی نه پسر ابو طالب، هرکول راجبش داره حرف میزنه. امام حسین نه پسر علی، راجب زئوس داریم حرف میزنیم. راجب سیزیف میتن. مظهر عدالت بود، مظهر نمیدونم آزادی و آزاد نیستی، آزاده باش، اگر آزاد نیستی آزاده با اینا بود، میت بودن. هیچی جا نذاشته بودش. محمد رضا شاه و رضا شاه دو انسانی بودن که ایران را دوست می داشتن ولی دیوانه بودن، خودشونو مرکز محور عقل عالم می دانستن. از اونجا کتک خوردی. لیست داده، خب گوش بده، لیست داده این اسامی نباشد، در شعر اینا نباشد. آفتاب، گل سرخ، سپیده، سحر، اینا نباشه. هلو برو تو گلو نداریم اصلا، هم چیزهای اینا خیاله، اینا وهم است، اصلا هم چیزهای وجود واقعی نداره، اینا تخیله، ساینس فیکشنه. زندگی جنگ هست، جانا بحر جنگ آماده شو، کاره. نابرد رنج گنج میسر نمیشود، تو بمیری پول به اون میدن، موز رو نه پول، موز رو به آن دهن که کار کرد، پاداش رو. موز یعنی پاداش، پول غلط، برایندش. تو بمیری جون اخوی، جون داشم، جان برادر که کار کرد، تو بمیری میزنه. نه اینجور نیست که
این حکومت فاشیستی و آپارتاید که تمام عرازل و اوباش رو گرد خدا آورده است، بر اساس اسلام قضاوت ادامه. ما ایرانی همیشه خواسته این که خشونت رو از دین بزداییم و فرقه جدید ایجاد. ما نمیتوانیم گزینشی با اسلام بخوریم و از این آجیل و پسته و بادام و فندقش رو برداریم و بگیم نخوچی و کشمش اون بیخوره. والا نخوچی کشمش از اونایی که تو گفتی بهتره. اینجوری بخوایم بحث کنیم به هیچ جا نمیرسیم. مسعود بهنود لاته ارازل اوباشه نیست که بابا، فکل داره، کروات داره، عینک شیک داره، خیلی قشنگ حرف میزنه، ریشش دو تیغه میزنه، اتکلون پیرگاردن میزنه، با بزرگان مینشینه. غافل از این که این هزار دفعه نگویدن چه آدم کرواتی تو خارج کشور هستن جلو من تو فوش میدن به جمهوری اسلامی، شب که میرن تو خونشون نام نیستن به مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای امنیت ملی چگونه رفتار کنید که بهتر باشد، چطور میتوانید دور بزنید. یارو پسری که دیروز ترکیه گرفتن اونم یه داستان جالبه، اونم جز خندنی هاست. شما لست داریم از اوچه کجا بود این مطلبه؟ شاهین دادخواه در نامه از زندان اوین افشا کرد که دام اطلاعاتی موساد برای وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد با هدف ترور دانشمندان اتمی بوده است. شاهین دادخواه مشاور پیشین حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی ایران در نامه از زندان اوین از طریق خبر داده که سازمان اطلاعات اسرائیل موساد آن را برای گمراه کردن وزارت اطلاعات دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اجرا کرده و تهران توانست شماری از دانشمندان هست ایران را ترور کنه. این موقعی که مشاور بوده، وزیر بوده، معاون بوده، میرفته سفر خرج میکردن، پول میدادن، فلان میکردن، این طرح نمیفهمیده. حالا که رفته تو زندان اوین تو اتاق طرح نشسته یا طرح رو کشف کرد. وای طرح بوده اون میرفته بهشون میگفتی. نامه شاهین دادخواه در را گروه فعالان در تبعید در اختیار العربیه نت قرار دادن. ببینید فعالان در تبعید همه بگردیم ببینیم خودشون کیان. بنابراین نامه ماجرا از آنجا آغاز شده که فردی به نام رضوی به خاطر نقشی که در سرکوب اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش ایران ایفا کرد از معاونت داخلی وزارت اطلاعات به معاونت ضد جاسوسی منتقل شد. این نقل و انتقال لحاظ روی داده است که سابقه کاری او در وزارت کشور در زمینه مسائل داخلی بود. بدین ترتیب و بنا به نوشته شاهین دادخواه تیم ضعیفی متشکل از حیدر مستعی وزیر اطلاعات و دو معاونش هلو بفهم من در رابطه با صحبت شما کردیم به مصاحبه آقای نوری علا با میبودی در تایید حرفای شما میخوام بگم فاجعه یکی و دوتا نیست. در رابطه با این مسئله که ایشان گفتن سانسور در دوره شاه بوده و میگفتن چه باشه و چه نباشه و اینا، این هیچ کس شکی درش نداره. اما باید ببینیم بعد از حالا 34 سال نمیگیم، بعد از 40 سال که از اون مسئله میگذره، آقای نوری علا اشاره کردن بهش دقیقاً، ببینیم همین جناب آقای نوری علا چه درسی از این مسئله گرفتن. شما نگاه کنید در رابطه با مرگ ماندلا یه اعلامیه ایشون میدن با یه سری اسامی پایینش، نگاه کنید اسامی رو نگاه کنید،
اتحاد عشایر و اقوام جنوب، انجمن رهایی جوانان، جبهه مردم بلوچستان، گروه رایزنی برای اتحاد. یعنی آقای بهبانی این فاجعه همه گیر شده، یعنی این نیست به روشن فکر رو نمیدنم سیاسی و غیر سیاسی نداره. شما نگاه کنین ایشان که میاد از صبح تا شب تبلیغ سکولار بودن رو میکنه، تبلیغ جامعه مدنی رو میکنه، بعد ماحصل کارش میشه اعلامی دادن با کسی میشه اتحاد عشایر اقوام جنوب. اصلا شما نگاه کنین، یعنی برگردیم به دوره مندلی خان دقیانوس. متاسفانه این مشکلیه که دامنگیر شده و این عزیزانی که میان از یه طرف اعتراض میکنن به نبود آزادی در اون دوره، از یه طرف اعتراض میکنن به حاکمیت جمهوری اسلامی، بعد محصل کارشان چیزشان میشه همین مثال. یعنی شما نگاه بکنین آمدن اتحاد عشایری و اقوام یعنی شه، یعنی شما ببینید توی یه قبیله یه مثل آخرین امر میشه لوجوری افغانستان، به جای آمدن چیز کردن تحقیق کردن روی مسئله، به جای رفتن با کسایی که یا پیدا کردن چیزایی اندیشه ها یا جریاناتی که بشه باید چیز کرده. خب اقوام و عشایر که دیگه من نمیدونم واقعا باید دیگه به قول معروف به کجا پناه برد، از این دوستانی که ناآگاهانه یا ندانسته میان آتیش میزنن به هستی و نیستی ایران. یعنی ایشان نمیفهمه که عاقبت این مسئله بزرگ کردن این عشایر و اقوام و بند و بساطی اینا آمدن بزرگ کردنشون تو حیات سیاسی جامعه فاجعه رو به کجا میرسونه. بسیار خیلی ممنون از وقتی که من دادیم. بسیار خب این به نمیدونم آقای نوریالا باید پاسخ بده، ولی به این چه ربطی داره به موضوع من؟ چه ربطی داره؟ بعدم اقوام و عشایر یه سازمان وجود داره اصلا اون را امضا کرده، چیکار کنیم؟ اون انجمن رهایی جوانان ایران یه برنامه داره تو تلویزیون ما، هر سه شنبه بیچاره میان میشینن دکتر مرادخانی، دکتر آبار، آرش مهدوی، نه میان میشینن آرمان چاروستایی جوانه میشینن تر دارن برنامه دارن حرف میزنن دیگه، بهترم بی عملان که خیلی بهتر از اونان که عمل هم. خیلی بهتر از اونیه که میگه که آقا اعدام بیا اینا ببین آمریکا اعدام میکنه، از اون خیلی بهتره. کنگره ملیت ها و اقلیت ها در ایران اینا یه سازمانه هستن، نمیشه اینا رو لقب بزنیم بجوش میکنین که عشایر در ایران وجود دارن. از طریق همون عشایر باید کار رو حل کنی. اتفاقا تو سرباز میدان میخوایی، اون میتواند اون گره رو باز کنه، تو نمیدونم نمیتونم اون گره رو باز کنه. تو تاریخ هم همواره همین شکلی بوده. شما نگاه میکنی تو تاریخ، نگاه بکن ببین تو تاریخ ایران چه شکلی بوده. یه حکومتی شکل گرفته، قوی شده، گسترده شده، پخش شده، پخش شده، پخش شده، جهانگیر شده، رفته یه گستره برای خودش پهن کرده، بعد پوسیده 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 پوسیده، یه قومی از یه جایی لشه گشته دوباره اومده این حکومت مرکز رو زده، خودش نشست سر جا. همین پروسه اتفاق افتاده. شما در مشروطه هم میبینی که همین اتفاق بیفته، اقوام و عشایر از جاهای مختلف ایران حرکت میکنن میان تهران، من در اشاره فرار میده. چه نمیشه اینه که ردش کنیم که این میتوانه کار رو حل کنه. شما نگاه کنید در کردستان اگه اتفاق میفته یهو استان رو تعطیل میکنه، اون میتواند. فکر سازمان در اونجا تقویت شده، شک گرفته، یاد گرفته، جای دیگه نداره اینو. بگذاریم برای
بنابراین نامه ماجرا از آنجا آغاز شد که فردی به نام رضوی به خاطر نقشی که در سرکوب اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش ایران ایفا کرد، از معاونت داخلی وزارت اطلاعات به معاونت ضد جاسوسی منتقل شد. این نقل و انتقال در حالی روی داده است که سابقه کاری او در وزارت کشور در زمینه مسائل داخلی بود. به این ترتیب و بنا به نوشته شاهین دادخواه، تیمی ضعیف متشکل از حیدر مسلمی وزیر اطلاعات و دو معاونش تدین و رضوی در رأس وزارت قرار گرفت. پس از آن موساد برای سرگرم کردن این تیم نقشه پیچیده طراحی کرد و اقدام به تهمه گذاشتن برای وزارت اطلاعات به قصد مشغول کردن آن به مسائل غیر مهم و جزئی و به قصد ضربه زدن به تاسیسات هسته‌ای و ترور دانشمندان هسته‌ای و دادن پوشش کافی به ماموران مخفی کرد. در این چارچوب تعداد زیادی از جوانان درمانده و بیکار ایرانی که به قصد تفریح راهی استانبول می شوند توسط عوامل موساد شکار و به کنسولگری آن در این شهر هدایت شده. مبلغی به آنها داده می شد و از آنها وعده همکاری گرفته می شد. پس از آن اسامی و نشانه های نفرات توسط موساد به شکل پیچیده و غیر مستقیم به وزارت اطلاعات ایران داده می شود. این نامی از آنی که رضوی با افتخار تمام این افراد را دستگیر کرده و از کشف بزرگ برای مقامات عالی رتبه سخن می گوید. در حالی که وزارت اطلاعات درگیر این دام اطلاعاتی است، دانشمندان هسته‌ای پی در پی ترور می شود بیان که عاملان آن دستگیر شود. تنها عامل قتل یعنی قاتل علی محمدی یکی از دانشمندان هسته‌ای که خود را معرفی می کند توسط یکی از عوامل نفوذی موساد در وزارت اطلاعات از تور امنیتی فرار داده شده و در استانبول کشته می شود. نفهم تور امنیتی چی؟ اگر خودش رفته خودش معرفی کرده دیگه توری در کار نبوده که نامه همه ایسته تو نقیزه. اگه طرف که تنها عامل قتل یعنی قاتل علی محمدی یکی از دانشمندان که خود را معرفی می کند توسط یکی از عوامل نفوذی موساد در وزارت اطلاعات از تور امنیتی فرار داده شد در استانبول کشته می شود. نمیدونم نصیب رضوی چیزی جز مجید جمالی فشی که هیچ نفر اصلی نبوده و تا روز آخر در سلول انفرادی نگه داشته میشد تا با کسی سخن نگفته و قضیه را افشا نکند، او در آخرین روز قبل از اعدام داد میزند فریبم دادن، قرار نبود اعدام شود. رضوی این حرف درسته، برای اینکه پسر وقتی حرف میزنه میگه که انگار نه انگار که دیدیم دیگه قراره یه صد دیگه اعدامش کنه. آدمی که قراره یه صد دیگه اعدامش کنه اینجا حرف نمیزنه، منطق حکم میکنه. رضوی که پی برد در دامی سخت گرفتار شده است، برای انتقام گرفتن از موساد نقشه‌ای برای حمله به نمایندگی‌های اسرائیل در چند کشور طراحی کرد. حاصل این نقشه قطع پاهای جوانی به نام سعید مدنی در تایلند، زندانی شدن محمد خزایی در این کشور و نیز زندانی شدن بهرام فیضی در باکو به اتهام تلاش برای منفجر کردن سفارت اسرائیل بود. بنا به نوشته شاهین دادخواه، رضوی زن و فرزند سعید مدنی را که جز همون افرادی بود که موساد لو داده بود گروگان گرفت تا او عملیات تایلند را انجام داد. این جوان هم برای رهایی زن و فرزندش مین را زیر خود گذاشت و منفجر کرد تا شاید بمیرد، اما قسمتش این نبود. این حرفایی که از مادر عارفی تو گفتگویی که با بچه های هارانا کرده و که صداش شنیدی گفت اول دخ زنه رو گرفتن و پیمان برای اینکه زنش رو خلاص کنه گفت آقا اینو ولش کن، هرچی میگی منم، من کردم، همه رو به گردن گرفت. اینو میفهمم، میدونم این رسالت رو، میشناسم، آشنام باش، دیدم اینو، اما حرفای اینو نمیفهمم. رضوی نه تنها کاری پیشنهاد بلکه اقدامات او باعث تنش در روابط ایران با تایلند، گرجستان، آذربایجان و برخی کشورهای دیگر شد و این در حالی است که هنوز هیچ یک از قاتلین دانشمندان هسته‌ای شناسایی نشدند. وقتی چند ماه پیش وزیر اطلاعات جدید آقای علوی اعلام کرد افرادی که به عنوان خرابکار هسته‌ای دستگیر شدند دزد میله گرد بودند، اوج هنر رضوی و مصلحی نمایان شد. بنابراین نامه اکنون وزارت اطلاعات با ده ها پرونده ساختگی مواجه شده که رضوی و تدین با ناشیگری و چراغ سبز مصلحی ساختند. آنها تیم جدید را تهدید کردند که سراغ این پرونده و خطاهای گذشته نروند و اظهارات تند مصلحی علیه ظریف معطوف به همین تهدید است. نامه آقا تو زندان اوین کشف کرده برای ما میگه
شایان ذکر است که 2 سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران، شماری از اعضای تیم مذاکره کننده اتمی ایران به جامعه جهانی که ریاست آن را حسن روحانی برعهده داشت بازداشت شد. جاسوسی اتهام بود که به این دستگیر شدگان تفهیم شد. حسین موسوی یکی از مذاکره کنندگان ارشد جز دستگیر شدگان بود که البته او در 20 فروردین 87 در دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام اخلال در امنیت ملی مجرم شناخته و به 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شد. اما 3 تن دیگر از اعضای تیم و از همکاران حسن روحانی در دبیری شورای عالی امنیت ملی و مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت آن که ریاست آن را روحانی تا پیش از ریاست جمهوری بر عهده داشت به زندان تعزیری محکوم شدند. شاهین دادخواه که یکی از این افراد است بیشتر در نامه سرگشاده به حسن روحانی از زندان اوین شرایط و خود و 2 تن دیگر از همکاران زندانیش را تشریح کرده و رئیس جمهور ایران خواسته است در این مورد پاسخگو باشد. همینجوری براتون میبافه و میرن جلو. همینجوری همش همین شکلیه. همه این ماجرا همین شکلیه که میبینی. دامایی که برای اون میچینن. مسعود موسوی در خودنویس مینویسد نخست وزیر ترکیه مینویسد که اردوغان گفته که عملیات کثیفی علیه دولت در جریان است. نخست وزیر ترکیه ضمن انتقاد شدید از دستگیری 80 نفر از نزدیکان به حزب حاکم به جرم فساد و رشد مدعی شد که توطئه سیاسی علیه دولت وی در جریان است. اردوغان نخست وزیر ترکیه در واکنش به دستگیری بیش از 80 فرد تاجر و بوروکرات که شامل فرزندان 3 تن از وزرای کابینه دولت نیز می شود اعلام کرد که عملیاتی کثیف علیه دولت در حال انجام است. به در جریان نشست خبری در آنکارا گفت اینجا شاهد عملیات بسیار کثیف هستیم. اردوغان در ادامه افزود که محافلی در داخل و خارج از کشور میخواهند رشد سریع ترکیه را متوقف کنند. وی در ادامه گفت که دولتش اجازه توطئه سیاسی را نخواهد داد. گفتنیست پلیس آنکارا و استانبول از روز صبح روز سه‌شنبه عملیات گسترده‌ای را برای مبارزه با کلاهبرداری رشوه انجام داد و تاکنون بیش از 80 نفر را بازداشت کرده است. دولت آقای اردوغان گفته است که در جریان این تحقیقات دخالت نمی‌کند، اما گفته که این تحقیقات اغراض سیاسی را دنبال می‌کند. در همین راستا و در میان دستگیر شدگان متهمان فساد مالی در ترکیه یک جوان ایرانی الاصل به نام رضا زراب نیست که در نقل و انتقال میلیاردها دلار پول به ایران دست داشته است نیز حضور دارد. قابل توجه آقای تقی‌زاده که میگوید که این نظام در حال فروپاشی اقتصادیه. به نوشته مطبوعات ترکیه این بازرگان جوان ایرانی الاصل در نقل و انتقال میلیاردها دلار پول به ایران دست داشته است. قاچاق چندین تن طلا از ترکیه به امارات و ایران هم از جمله فعالیت‌های او در چند سال گذشته بوده. رضا زراب در پرونده فعلی به اتهام فساد مالی، پرداخت رشوه و پولشویی بازداشت شده. به ادعای رسانه‌های ترکیه رضا زراب احتمالاً یکی از کانال‌هایی بوده که مقام‌های ایرانی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از او استفاده می‌کردند. گزارش‌ها همچنین از نقش بابک زنجانی میلیاردر جنجالی ایران در انتقال غیرقانونی 1.5 تن طلا به داخل کشور و ارتباط شرکت متعلق به او سورینت هالدینگ با شرکت‌های رضا زراب سخن می‌گوید. رضا زراب متولد سال 62 در تبریز باشد که در دوران جنگ به همراه خانواده به ترکیه رفتند. زراب به اتهام معاملات مالی غیرقانونی به ارزش تقریبی 87 میلیارد یورو با هدف دور زدن تحریم‌های ایران و دست داشتن در ارتشا برای گرفتن تابعیت غیرقانونی برای شهروندان خارجی از طریق روابط مخفی با تعدادی از فرزندان وزرای ترکیه روبروست. به نوشته بی بی سی تحلیلگران موج بازداشت‌های روزهای اخیر در ترکیه را نشانه افزایش درگیری میان حزب حاکم عدالت و توسعه و فتح‌الله گولن شخصیت مذهبی پرنفوذ ترکیه که در تبعید خودخوانده در آمریکا زندگی می‌کند می‌دانند. آقای گولن از سال 99 در آمریکا هستند. او در آن زمان متهم به تلاش برای برنامه‌ریزی علیه نظام سکولار ترکیه شد. گفته شده که آقای گولن در پلیس و دادگستری ترکیه نفوذ قابل توجهی داره. یکیشه از این شرکت ها
مرتب دارن، مفصل دارن. آقای رفسنجانی رفته توی کرمان گفته نه اینا رو ول کن، اون به اون گفته کریب این گفته که دمتون گرم، ما هستیم پای شما وامیسیم، خیالتون راحت باشه. به ظریف، کریب ظریف گفته که ما هستم پشتت، برو خیال راحت راحت باشه، کسی با تو کاری نداره. آیت الله عراقی، محسن عراقی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی میگوید مردم نقشی در مشروعیت دادن به حکومت ندارند. نه که ندارند، مشروعیت رو از الله میگیری. به همین دلیل این نظام غیرقانونیه، و همین دلیل این نظام برای مردم ایران کاری نمیتواند انجام بده. به همین دلیل باید به سمت یه نظام سکولار دموکرات حرکت کرد. به همین دلیل نمیتوانی به اصلاح این نظام دل خوش کنی. از این ستون به اون ستون هیچ فرجی وجود نداره، سر جا اولتی، تغییری در اصل ماجرا نمیکنه. یک دور تسلسل باطل است. شما تو اون دور تسلسل باطل همجه دور میزنی، دور خود میچرخی. حضور هزینه سالیانه چایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام 150 میلیون تومان است. هی منقل میزنن، چایی میخورن، چایی میخورن، منقل میزنن. رتبه نخست ایران در مهاجرت نخبگان در میان 98 کشور در حال توسعه. اینه وضعمون، اینه. در حال به پایان آمد این دفتر، ولی حکایت همچنان باقی است. بازم از شما ممنون و سپاسگزارم. می نویسد که ثروت ملی، آخه تو کدوم کشور میشه این همه پول رو جابجا کرد؟ چطور تو ایران این کارا میشه؟ مگه اینکه همه تو فساد باشن، یعنی همه آلوده باشن؟ نمیدونم آقای بهمن، من همه رو نمیفهمم، این لفظ همه رو بلد نیستم. من یه سوال از شما میکنم. مدت ها پیش به این دوستان میگفتم برید تو مهمونی که میرید این سوالو بکنید، برید این همه پولدار و فلان اینا اینجوری اینا، تو فامیلای شما هم کسی هست؟ من اون همه جوابش داده خواهد شد. برید واقعا وقتی میرید مهمونی از دوستاتون از اینا بپرسید این سوال، تو فامیل شما از اینا وجود داره؟ و همه هی جوابت میاد اونجا. راندخاری بحث دیگه است. بازم ممنونم، دعوت میکنم که ادامه برنامه ها رو با هم ببینیم. سپاسگزارم. در انتظار دریافت کمک مالی شما خوبان و نازنینان هستم تا فرصتی دیگر.